بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. به مجمع خبری امشب از جوانتون خوش آمدین. در نخست عناوین مهمترین خبر: پاکستان در جستجوی جنگ تازه در افغانستان است. برخی از آگاهان امور میگویند که پاکستان میخواهند از طریق جنگ در سرحدات افغانستان به اهداف خود نزدیک بسازد. پاکستان تل در افغانستان په خاوره کې مداخلې کړې دي، دلته لاسوهنې کړې دي، نورې نوې بهانې د جګړې دپاره په افغانستان کې پیدا کړې او د نړیوالو پام دې ته راوګرځېد چې ګویا په افغانستان کې تروریزم شتون لري. پرداختن قرضه های قرضداران به شرکت برشنا نزدیک به 1 میلیارد افغانی. شرکت برشنا میگوید برخی از سیاستمداران و زورمندان به شرکت برشنا 45 میلیون افغانی قرض هایشان را پرداختند. در پخوانی زورواکو او سیاسونو د برشنا برقیات و لړۍ دوام برخه کې مو 1559 پیرودونکو څارلې چې په تیره یوه میاشت کې له 201 زیات پیرودونکو د پیسو ورکړې ته حاضر شوي. آغاز روند انتقال زغال سنگ به کابل. برخی از آگاهان امور اقتصادی میگویند که نسبت به نفوس شهر کابل 4 مرکز تجارتی زغال سنگ مشکلات مردم را حل ساخته نمیتوانند. که او گوری اوز با افغانستان که آلتا یو تاجیر نده، یا دا سلور کسا نده، سلور کسا دی سکرو تجارت که بی او نده سلور زای یا دا سلور موقع تا دی خلق و تقاضا پورا کولی سی. و در خبرهای جهان خواهش چینید که در ایالات کلوریدا در آمریکا در یک حمله مسلحانه نزدیک به 30 تن کشته و زخمی شدند. مشروع خبرها: پاکستان به دنبال جنگ جدید در افغانستان است. آگاهان عمری سیاسی میگن نظر به گذشته، حالا پاکستان نفوذ خود را نظر به تحلقات جنگی از دست داده است و برای رسیدن به اهداف که در خاک افغانستان گروه های توریستی وجود دارد، در سرحدات افغانستان یا جلب توجه بین المللی تأسیسات نظامی را ایجاد نموده است. آگاهان امور میگن که در چندین دهه گذشته پاکستان به این بهانه تعداد زیاد افغانها را در نزدیکی خط فرضی دیورند کشتند. در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا میان نیروهای امارت اسلامی و نیروهای پاکستانی درگیری مسلحانه به سرساخت سرک در خط فرضی دیورند صورت گرفته است که بر اساس گزارش ها به هر دو طرف تلفات وارد شده است. بر اثر این درگیری 500 خانواده آواره شدند، اما امارت اسلامی رسما در این باره چیزی نگفته است. پاکستان تل در افغانستان په خاوره کې مداخلې کړې دي، دلته لاسوهنې کړې دي، دغه جنګي او جهادي تنظیمونو په وسیله دلته خپل اهداف کوم چې درلودل د هغې په لټه کې وو، او دغه ډلې به یې کله په خپلو کې په جنګ واچولې. نو اوس هغه ډلې ټپلې د پاکستان د لاسه وتلې دي. پاکستان اوس غواړي چې نور نوې بهانې د جګړې دپاره په افغانستان کې پیدا کړي او د نړیوالو پام دې ته راوګرځي چې ګویا په افغانستان کې تروریزم شتون لري او د افغانستان خاورې نه په پاکستان کې حملې کیږي. اټکه یاره سوله خیر. افغان ځواکونو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډنډ پټان پولیسۍ کې نښتې شوي او مرګ ژوبله هم لري. دا ټول د پاکستان لوري هغه کرغړنې موخې دي چې غواړي د ډیرن د کرخې خبرې رسمیت ته واچوي او نړۍ ته موخي چې افغان لوری په دوی باندې تعرض کوي. دوی ډېرې خرابې موخې لري، دوی هر څه ته ستونزې جوړوي،
او دوی په تیر حکومتونو کې مختصي وو چې خپل اجنټان دلته درلودل. پاکستان هم غواړي چې داسې نښتې رامنځته کړي چې تر څو د ملګرو ملتو موسسې بالخصوص د هغوی په استخباراتي بحث کې دا موضوع رجستر شي چې دا جګړه ولې وه. نو هلته تابن سرحد پکې راځي چې سرحد پکې راغلو نو دا منحیث دی یوه صنعت په راتلونکي کې ورڅخه غواړي چې کار واخلي. نو او دا چې د اسلامي امارته بالخصوصا په داسې اساسو شیبو کې چې موږ له هر څه نه زیات د ګاونډیو سره د ښو اړیکو ته اړتیا لرو، نو په کار ده چې د ډیپلوماتیکو له لارې داسې مسایلو ته د حل یوه لاره مناسبه لاره راوباسي. شرکت برشنا میگوید که تا اکنون بیش از 1 میلیارد افغانی قرضداری را جمع آوری نموده است. مسئولان شرکت برشنا در یک نشست خبری گفته است که از جمله 545 قرضدار 201 تن آنها قرضهایشان را پرداخت است. شرکت برشنا میگوید که از این قرضداران 45 میلیون افغانی جمع آوری شده است. آنها دلیل پرچاوی های برق در شهر کابل مشکل فنی از جانب ازبکستان میدانند. این در حالی است که با فرا رسیدن فصل زمستان مسئولان شرکت برشنا از قرضداران خواسته است تا قرضهایشان را به صورت قسطوار پرداخته کنند. د پخوانیو زورواکو او سیاسونو د برښنا باقیاتو لړۍ دوام برخه کې مو 1595 پیرودونکو څارلې چې په تیره یوه میاشت کې له 201 زیات پیرودونکو د پیسو ورکړې ته حاضر سوي او له دوی څخه 545,515,404 افغانۍ ترلاسه سوي دي. پلازمینه کابل او ټولو ولایتونو کې د برښنا لګښت په زرګونو پوروړو پیرودونکو باندې د پیسو د تحویلې ټینګار سوی دی. برشنا شرکت آرام ننشسته، از طریق مجرای دیپلماتیک هم موضوع را تعقیب کرده و نیز امرای کشور ازبکستان و امرای تیمای تخنیکی و ازبک انرگو صحبت های همجانبه داشتند. از طریق وزارت خارجه هم ما نیز مکاتب رسمی را نظر به اینکه قرارداد منعقده با اونا داریم فرستادیم. په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې دولتي ادارو او تصدیو د افغانستان برښنا شرکت ته د خپلو پورونو له ډلې 545,595,498 افغانۍ په خپله تحویل کړي دي، خو په دې تړاو د افغانستان برښنا شرکت د ریاست الوزرا درانه مقام ته له مکتوب لیږلو وروسته د ریاست الوزرا ځانګړي حکم له مخې 1,109,693,915 افغانۍ د مالیې وزارت له لارې د افغانستان برښنا شرکت ته لیږدول سوي او تحویل سوي دي. با
برخی از آگاهان امور اقتصادی میگویند که 4 مرکز تجارتی در شهر کابل که در آن زغال سنگ به فروش میرسند نمیتوانند مشکلات مردم را حل بسازد. آنها تاکید میکنند که نسبت به نفوس شهر کابل این مرکزها نمیتواند مشکلات مردم را حل کرده. چندی پیش با رهبری معاون اقتصادی ریاست الوزراء یک کمیته تعیین شده بود که در بازارهای کابل و افغانستان بهای مواد سوخت و زغال سنگ کاهش یابد، که برای کاهش یافتن بهای زغال سنگ گفته بود که در 4 حصه کابل زغال سنگ جابجا میکنند. در همین رابطه شهرولی کابل میگوید که روند انتقال زغال سنگ به کابل آغاز شده است که فی تن زغال سنگ به قیمت 9070 افغانی به فروش خواهند رسید. ما میخواهیم از امارت اسلامی که نرخ‌ها را یکم پایین‌تر کنه و تقریبا سال‌های گذشته 5000 4000 بود. حالا ما میخواهیم که همون نرخ سابق، اما کسی حالا کس توان از او را نداره که به اون نرخ‌هایی که آلی 9700 سنگ زغال آمده مردم خریده نمیتونه. لطفا ما از امارات، از حکومت امارات خواهشمند هستیم که هر چی دوتر تنگ زغال پایان بیارن. او ګوري اوس په افغانستان کې هلته یو تاجر نه ده، یا دا څلور کسه نه ده، څلور کسه د سکرو تجارت کوي او نه ده څلور ځایه یا د څلور موقعته د خلکو تقاضا پوره کولی سي. که چیرې سکاره له دې څلور منطقو نه توضیح کیږي، له دې څلور ځایه توضیح کیږي، ټول خلک به هلته په ورځو په ورځو کې په صفونو کې ورته ولاړي او هغو ته به د اخیستو نوبت نه رسیږي. معاون اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که چین در افغانستان پلان مداخله سیاسی در امور افغانستان را ندارد. در همین حال سرپرست وزیر وزارت خارجه امارت اسلامی در دیدار با شارژدافیر سفارت نروژ گفته است فشار جهانی بر امارت اسلامی فایده ای ندارد. در همین حال برخی از آگاهان امور میگویند در طول تاریخ افغانستان چیز معلوم نمی شود که چین تصمیم اشغال افغانستان را گرفته باشد، اما هراس از این است که حالا چین اشغال اقتصادی را در افغانستان روی دست نگیرد. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې داسې شواهد نشته چې چین دې کله هم پر افغانستان پوځي یرغل کړی وي، لکه څنګه چې اوس د ختیځ ترکستان د هغو مسلمانانو سیمې اشغال کړي دي. خو په راتلونکي کې به دا تضمین نشي چې د چین لخوا پر افغانستان اقتصادي یرغل ونشي. د چین هیلې او جاهطلبي ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او لیواله ده چې افغانستان له اقتصادي پلوه مستعمره کړي.
هیواد له افغانستان سره د تعامل په پار نیو ډیپلوماټان معرفي کړي دي چې د اړیکو په ساتلو کې به مثبت رول تر سره کړي. متقی صاحب وویل باید کوشش وکړو نړۍ او افغانستان یو له بل سره نږدې کړو چې ناروی په دې کار کې ښه تجربه لري او رول لوبولی شي. هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې څوک وګواښي. د نړیوالو لخوا نه د فشارونو واردول پر امارت اسلامي باندې زما له نظره په دې هکله دوی په خپله ملامت دي، ولې دوی ونه کولی شول چې په دې 15 میاشتو کې د نړیوالو هغه مشروع غوښتنې چې د دوی څخه لري ترسره کړي، چې هغه مشروع غوښتنې پر وړاندې هیڅوک حق نه لري چې خنډ وګرځي، چې هغه د نجونو مکتبونو د دروازو خلاصول او د میرمنو مشروع حقوق دي. ۲۱ نوامبر مصادف است با روز جهانی تلویزیون، اما این روز در حال فراه می رسد که بیشتری رسانه های تصویری در افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه اند. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی با نشر یک اعلامیه با مناسبت این روز گفته است که در یک سال و چند ماه گذشته نشرات 50% تلویزیون ها در کشور به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده است. منبع می افزاید که در این مدت 48% رادیوها و تمام مطبوعات چاپی در افغانستان از فعالیت باز ماندند. توقف حمایت های مالی از رسانه ها و کاهش اعلانات تجارتی از دلایل عمده مشکلات اقتصادی رسانه ها در کشور خوانده می شود. نن د نوامبر یا ویشتم تاریخ د تلویزیون نړیوال ورځ دی. متاسفانه موږ په دغسې حال کې قرار لرو چې زموږ د 130 تلویزیونونو څخه 450 تلویزیونونه په مرکز او ولایتو کې بند شوی دی، چې دې سره د 1300 تلویزیون کارکونکو څخه چې پکې 355 ښځینه کارکونکې دي خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې وار وار په دغه برخه کې خپل اندېښنه ښودلې ده، مګر متاسفانه د نړیوالو ټولنو په دغه برخه کې پام نه دی کړی. بیا هم زموږ غوښتنه دا ده که چیرې په دغه برخه کې د رسنیو سره مرسته ونه شي، روان کال کې زموږ ډیری رسنۍ بندیږي او رسنیز کارکونکي خپل دندې له لاسه ورکوي. نن د نومبر 9 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. متاسفانه چې دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې زیات شمیر تصویري او غږیزې رسنۍ بندې شوي دي او زیات شمیر خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاسو گریوان دی. موږ له اسلامي امارات او له نړیوالو څخه غواړو چې په دغه سختو شرایطو کې د خبریالانو لاسنیوی وکړي. در ولسوالی چپلیهار ولایت ننګرهار کشت کچالو زیات شده است و حاصلات آن نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مسئولین گفتند که اقتصاد کشاورزان تحت تاثیر کشت سبزی قرار میگیرد. کشاورزان میگویند که برای تقویت کشت و زراعت به آنها کمک صورت نگرفته است. آنها انتقاد میکنند و به همین دلیل با مشکلات شدید مواجه هستند. مسئولان زراعت ولسوالی چپلیهار برای حل مشکلات موجوده در این ولسوالی اطمینان داده است.
اوس مونږ خو مخکې جوار کرلی وو، هغه وسوځېدل، بیا د جوارو پسې بیا خلکو دا لوګان وکرل او چا شلغم وکرل، خو سږ کال دا کال داسې خوش غوندې دی دام داسې یاره ښه دی. د دې نورو شیو نه د دې فصل حاصل ښه دی، ځکه موده یې لنډه ده او حاصل یې ډېرې. نه مونږ او تاسو خو چې ناست یو دغه پټي چې دي دغه الوګان کرل شوي دي، او حاصلات یې په نسبت د نور فصل د دې حاصلات ښه دي، خو تا مصرف هم ډېر زیات دی. تقریبا دغه یو پټی 40-50 روپۍ مصرف. کاسد او کاسد عملا مونږ د تدامل جامع غواړو چې د حکومت وروا غوندي کې ډیر وخت کې لګ وخت نیول کیږي د سویل کیږي چې د پند هم شته ده. کله که کاسه جوړ شي نو چې پلیر به خړو بشي او ان شاء الله یو څه ستونزې به حل شي. د کانان ته نه رسیدلې او د زمکې والا چې مونږ کم از مکه مکه خړو چا د کانان یو د خلکو تک دین استور سی و برسی کنه نو نن په چپلر ولسوالۍ کې دا چې دلته دغه د الوګانو حاصل ښه نتیجه ورکوي، خلک ترې خوشحاله دي، راضي دي. همدارنګه د چپلر ولسوالۍ د زراعت د مسؤلینو لورې دوی ته دغه موضوعګانې ترویج شوي دي، دوی سره د نږدې نه ناستې شوي دي. مونږ تقریبا د 300 هکتارو په شاوخوا کې په چپلر ولسوالۍ کې الوګان کرل شوي دي او خلک ترې راضي دي. په ځینو برخو کې ځینې فنګسي امراض رامنځته شوي چې مونږ د هغوی لپاره د ځینې درملو سپارښتنه کړې ده. د دوی ځینې وقایوي پروګرامونه هم د دې نه مخکې دوی ته نیولي، ان شاء الله چې یو څه را کنټرول شوي دي. نماینده ایران برای افغانستان به ایجاد یک کمیسیون مشترک با افغانستان برای مبارزه با توریسم در خواست کرده است. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد که حسن کاظمی قومی پس از اشتراک در نشست فرمت مسکو دیروز در تهران گفت که ایران و افغانستان به ایجاد کمیسیون مشترک به هدف مبادله اطلاعات برای مبارزه با توریسم نیاز دارند. او همچنان از همسایه‌های افغانستان خواست تا یک چهارچوب را برای آموزش دهی به نیروهای امنیتی امارت اسلامی فراهم کنند. تجهیزات و مبادله اطلاعات مهم ایجاد کنند. با آنکه هیچ کشوری به شمول ایران تا اکنون حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته، باز هم تهران برخی تعامل ها با مقام های امارت اسلامی در 15 ماه گذشته داشتند. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم از شرکت قراردادی پروژه مس عینک خواست است که هر چیز زودتر کار عملی این پروژه را آغاز کند. در یک اعلامیه وزارت معدن و پترولیم آمده که سرپرست این وزارت با اومین معاون اجرایی شرکت MCC که قرارداد پروژه مس عینک را دارد دیدار کرده است. در این دیدار در مورد موضوعات مربوط به پروژه مس عینک، قراردادهای ضمنی این پروژه، انتقال آثار باستانی، چالش های موجود و راه حل آن گفتگو شده است. سرپرست وزارت معدن در این دیدار گفته است که این وزارت تمام مسئولیت های خود را در مناطق با قرارداد انجام داده و شرکت قراردادی نباید بیش از این کار عملی این پروژه را به تأخیر بیندازد. در همین حال مین گفته است که پس از انتقال آثار باستانی از ساحه عینک کارهای ساختمانی در این محل آغاز خواهد شد. قرارداد پروژه مس عینک در سال 1387 هجری خورشیدی با شرکت چینایی MCC امضا شد، اما به دلیل مشکلات امنیتی در زمان حکومت پیشین کار عملی این پروژه آغاز نشد. گذرگاه سپین بولدک چمن پس از حدود یک هفته صبح امروز دوباره برای رفت آمد مسافران و اموال تجارتی باز شد. حاجی زید سخنگوی والی کندهار میگوید که برای بازگشایی این گذرگاه چندین نشست میان نمایندگان افغانی و پاکستانی برگزار گردید. سپین بولدک چمن یک شنبه هفته گذشته پس از کشته شدن یک نظامی پاکستانی توسط یک فرد ناشناس مسدود گردید. گزارش روزنامه داون پاکستان مقام های این کشور خواستار تحقق مشترک در مورد شناسایی و بازداشت عامل قتل این نظامی شدند. از سوی هم مقام های افغانی پیشنهاد کردند که برای حل مشکلات زنان افغان در گذرگاه سپین بولدک چمن راه جداگانه ایجاد و در آن منصوبان امنیتی زن از سوی پاکستان استخدام شوند.
نرخ افغانی در بدل اسعار خارجی در بازارهای کابل. وضعیت آب هوای کابل و چند شهری دیگر افغانستان. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. از همراهیتان سپاسگزارم. وقت بخیر.